آیا انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی و تقاضای استعفای او جرم است؟ اگر نیست، کسانی که با آیت الله خامنه ای نامه نوشته و تقاضای استعفایش را کردند، با چه اتهاماتی در زندانند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. ماه‌های گذشته دو گروه 14 نفره از فعالان اجتماعی و سیاسی کمتر شناخته شده در نامه‌های جداگانه‌ای خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند. شمار قابل توجهی از آنها حالا در بازداشتند. اداره کل اطلاعات مشهد و استانداری خراسان رضوی 12 نفر از آنان را مرتبط با سازمان‌های امنیتی خارجی و برانداز دانسته. بیانیه اداره اطلاعات و بیانیه استانداری خراسان رضوی تاکید کرده که بازداشت امضا کنندگان نامه ارتباطی به نامه به آیت الله خامنه ای ندارد. میپرسیم آیا میشود پذیرفت که این 12 نفر نه به خاطر نامه انتقادآمیز به رهبر ایران که به دلیل دیگری بازداشت شده باشند؟ آیا انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی جرم است؟ آیا براندازی است؟ آیا ولایت مطلقه فقیه اجباری است یا ملت میتوانند آن را نپذیرند؟ راه انتقاد و بیعت نکردن از ولی فقیه چیست؟ در برنامه سه میهمان داریم. مهرنگیز کار، حقوقدان، نویسنده، فعال حقوق زنان از واشنگتن با ماست. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار از پاریس. و ناهید فرهاد، پژوهشگر مرکز اسناد حقوق بشر ایران از نیویورک. خوش آمد میگم به هر سه نفر. خانم کار، این اتهام براندازی که به این افراد وارد شده، به نظر شما اونطور که اعلام شده واقعا ارتباطی به این نامه میتونه نداشته باشه؟ خب از نگاه امنیتی البته میتونه داشته باشه، ولی از نگاه منطقی وقتی که نامه رو بخونیم میبینیم که راجب به اصل ولایت فقیه و اینکه اساساً این اصل باید دگرگون بشه، باید برداشته بشه از قانون اساسی، حرف خیلی قاطعی زده نشده. فقط گفته شده که آقای خامنه ای باید استعفا بدن و استدلالی هم که کردن یا اینکه پشت به هر حال این تقاضا نهفته است این است که ایشون ثابت کردن در مدت 30 سالی که در مقام ولی فقیه بودن دارای اون صفات و مشخصاتی که به موجب همین قانون اساسی قرار بوده داشته باشند نیستند و چون در عمل مواجه هستیم با ناکارآمدی بسیاری از سازمان‌هایی که قاعدتاً باید زیر نظارت ایشون و با وجود تأکید بر قدرت مطلقه ایشون سالم بوده باشند، درست کار کرده باشند، عموماً منحرف شدن از اون وظایفی که براشون تعیین شده، پس بنابراین ایشون صلاحیت نداره و خوب استعفا بده و یک امکان و فرصتی برای مردم به وجود بیاره که شاید از یعنی از مقامات و مسئولین بهتری بهره مند بشن. البته این رو نگفتن در نامه. بله. ولی یعنی شما میفرمایید انتقاد شخصی از شخص آقای خامنه ای هست، نه از در واقع مقام ولایت فقیه. خب از مقام ولایت فقیه هم میشه استنباط کرد که هست، ولی ما موضوع رو به صورتی نگاه میکنیم که ببینیم کجا تمرکز داره، کجا فوکوس کرده. بله. فوکوسش استعفای آقای خامنه ایه، فوکوسش براندازی نیست، فوکوسش این نیست که این نظام باید فوراً دگرگون بشه. متوجه. ولی فضایی توش هست که این فضا نشون میده که وقتی که اگر ایشون استعفا بده امکاناتی به وجود میاد که شاید احتمال انتقال قدرت بی خشونت میسر بشه. آقای اکبرین، شما فکر میکنید چرا در واقع این بیانیه‌ای که دیدیم از طرف نهادهایی که نهاد اطلاعات خراسان رضوی میگه این به خاطر نامه نیست، چرا اصرار دارن بگن این بازداشت ها به خاطر نامه نیست؟ وقت شما بخیر. ببینید، اون چه که الان وجود داره درباره این نامه
چیزی جدای از تجربه های پیشین نیست، یعنی مشکل ما جهل به قانون نیست بلکه قلب قانونه، و مشکل ما تخلف از قانون نیست، تقلب در قانونه. یعنی اینها خودشون میدونن که در قانون راه نقد رهبری و حتی عزل رهبری هم بازه و اصول مختلف قانون اساسی اجازه میده به شهروندان که این حق رو دنبال بکنن، ضمن اینکه قانون اساسی به صراحت میگه رهبری در قوانین با بقیه مساویه، یعنی اگر بقیه هم میتونن نظارت بکنن، نقد بکنن، نفی بکنن دیگران رو، چرا رهبری رو نتونن بکنن؟ در متون دینی هم همینطوره، خیلی خوب رهبران جمهوری اسلامی و ساختار نظام میدونن که در نهج البلاغه به صراحت ذکر شده که میشه حاکم مسلمانان رو البته آیه اکبر اون چیزی که الان میبینیم به اعتقاد بسیاری با اون چیزی که در نهج البلاغه به خصوص کسانی که اعتقاد دارن به مسائل مذهبی معتقدن فاصله بسیار بزرگی داره، ولی من چیزی که میخوام بدونم اینه که آیا در فقه ولی مطلقه فقیه قابل چالش کردن هست؟ حالا هر کسی که باشه، آیا میشه گفت که تو برو کنار، نفر بعدی بیاد جای تو؟ آیا ملت میتونن با او بیعت نکنن یا بیعتشون رو پس بگیرن؟ قطعا اینطوره. حرف منم این هست که اینها در متن دین و در متن قانون وجود داره، منتها برای این که بتونن، نمیتونن چون اینو انکار بکنن، موضوع رو عوض میکنن. مثلا میگن مشکل نامه نبوده، مشکل مثلا امنیت ملیه. در موارد دیگه هم ما این رو داشتیم که حالا در طول برنامه اگر فرصت شد مثال میزنم، اما مشخصا حتی اگر بگن که ما اسلاممون بنابر قرائت آیت الله خمینیه، آقای خمینی به صراحت در صحیفه نور ایشون جلد 5 صفحه 407 هست که ایشون به صراحت میگه زمامدار مسلمین رو مردم حق دارن اعتراض کنن، استیضاح کنن، و اگه او نتونه جواب بده خود به خود معزوله. یعنی این عین جمله آقای خمینیه و نص کلام ایشونه. اینا حتی به سخن آقای خمینی هم ملتزم نیستن، چه برسه به متون مرجع دینی. ولی به هر حال ما میدونیم که نامه نویسندگان با آیت الله خامنه‌ای تا به حال سرنوشت های خیلی روشنی نداشتند. خانم فرهاد، موارد متعدد داریم، آقای کیانوری، سعیدی سیرجانی، آیت الله منتظری، یدالله صحابی، احمد زیدآبادی، موارد متعدد هستن. این موارد اخیر هم آقای نوریزاد، کسان دیگری، حتی در رده های پایین تر کسانی که در واقع انتقادهای موردی کردن، مثلا مهدی محمودیان که اعتراض کرد به وضعیت زندان ها، یادتون میاد نامه ای نوشت با آیت الله خامنه ای که وضعیت زندان ها بسیار اسفبار هست. اونها به هر حال باهاشون حتی اگر که برخورد تند در مقطع نشده، در دراز مدت بسیار براشون گرون تموم شده. شما فکر میکنید که چرا اینقدر هزینه ساز هست برای افراد؟ چرا اینقدر هزینهش رو بالا بردند که نامنگاری بشه با آیت الله خامنه ای؟ میشه فهمید که به هر حال نگران هستند که جایگاه او متزلزل بشه، اما به هر حال او الان اریکه قدرت آیت الله خامنه ای به هر حال بسیار گسترده است، خیلی از نهادها رو در اختیار داره، ثروت آنچنانی نهادها در اختیار دارن. چه نگرانی هست از اینکه دو گروه 14 نفره بخوان نامه بنویسند برای یک برکناری او؟ بله، من به لیست شما که در مورد کسایی که چه به آیت الله خمینی و چه به آیت الله خامنه ای نامه نوشتن و رفتارهای حذفی، یعنی حتی تا کشته شدنشون، زندان، احکام سنگین، شکنجه، آزار سالیان رو تحمل کردن، میخوام اسامی دیگه اضافه بکنم، مثل آقای احمد قابل، آقای شریعت مداری و خیلی از روحانیون سنتی که از ابتدا سر مخالفت با آقای خمینی برداشتن. اینا سرنوشت، یعنی هرچی اول انقلاب برمیگردیم، رفتار حاکمیت با کسایی که منتقد جایگاه ولایت فقیه بودن خشن‌تر هم بوده، و در اواسط حکومت ما یه مقداری فضا رو بازتر می‌بینیم. الان سالیانی هستش که شاید یک دهه هستش از بعد از 88 که دوباره برخورد به شدت سنگین هستش و خودش یک ردیف اتهامی هستش، توهین به رهبری. اما مسئله که الان وجود داره اینه که از این اسامی که اسم بردین، از کسایی که فعالین سیاسی بودن، به هر حال عالمان دینی بودن که به هر حال با آقای خمینی تو مسئله
گرفتن حکومت اختلاف نظر داشتن از اونها گذشته. امروز مردم عادی کوچه و خیابون، همون اقشار و گروه هایی که جمهوری اسلامی 40 ساله از اونها اعتبار و کردیت میگیره، مثل خانواده شهدا، خانواده جانبازان، کاسبکارا، معلمین، بازنشسته ها، حالا همون اقشار بلند شدن و میگن که به اسم ما و با حمایت ما به مردم ظلم نکنید. حتی تو مسائلی مثل حجاب اجباری هم می‌بینیم که خانواده شهدا و کسایی که اقشار مذهبی هستن، سر صداهایی ازشون می‌شنویم که مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی هستن. حالا همین اقشار میان نامه می‌نویسن به رهبری و به چالش می‌کشن این جایگاه. مشخصه که ترس و نگرانی تمام این سیستم رو فرا میگیره و برخلاف صحبت مهمان دیگر، چون که گفتن در اسلام جای نقد وجود داره، به هر حال جمهوری اسلامی که حکومت اسلامی این داعیه رو داره، ما اصلا جایی برای نقد در هیچ کدوم از این دو تا ولی فقیه ندیدیم. به علاوه در تاریخ اسلام و حکمای اسلامی کدوم حاکمی بوده که تونسته باشن مردم بیعتشون رو پس بگیرن، یا اون قبل از مرگ یا قبل از کشته شدن بر سر جدال قدرت خودش کناره گیری کرده باشه؟ بنابراین ما با یک مسئله روبرو هستیم که اصلا چالش بردار نیست، یعنی از نظر حکومت قابل سوال کردن نیست. ما خودمون باید اینو بدونیم و تکلیفمون رو با خودمون روشن بکنیم. با این حال خانم نایب، مسئله‌ای که الان هست این هستش که اینها اصرار دارن بگن که نامه نوشتن به رهبری رو دلیل جرم، دلیل در واقع بازداشت اعلام نمی کنن و میگن که اینها با براندازان خارج از کشور مرتبط بودن. شاید اشاره به این کمپینی که راه افتاده در حمایت از این 14 نفر، کمپین من نفر 15 هستم، که کسانی هستن که بیرون از ایران از جمهوری اسلامی انتقاد میکنن و خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستن. به نظر شما چرا اول وقتی که این نامه ها نوشته شد بلافاصله برخورد تند با این افراد به اون شکل ندیدیم؟ چند ماه بعد، چند هفته بعد هست که چنین برخوردی رو میبینیم. آیا فکر میکنید ارتباطی داره به این کمپینی که بیرون از کشور در حمایت از اینها راه افتاده؟ خب به هر حال اینکه گروه های مختلف سیاسی صدای همدیگر رو بشنون، به همدیگه جواب بدن، یا گروه هایی که در خارج از کشور هستن و هزینه های سنگینی که مبارزه داخل در کشور داره ندارن، اون خطرها رو ندارن، بتونن اکو بدن به صدای داخل، 100% برای حاکمیت و برای وجهه بین المللی سنگین تموم میشه، خب برخورد میکنه. ولی مسئله که وجود داره این گپی که بین این صدور بیانیه ها و دستگیری و بازداشت اینها به وجود اومد، به خاطر این بود که درکی که خود جمهوری اسلامی هنوز بهش نرسیده بود، چون باش مواجه نشده بود که اخشاری مثلا یک همسر شهید، یک همسر دختر، یک جانباز، یک معلم بازنشسته، یک موبایل فروش، یک خانومی که به حجاب چادر اعتقاد داره، اینها بیان جلوش صف بکشن. و شما ببینید الان کمپین فشار حداکثری از طریق در رهبری آمریکا و از طریق جامعه جهانی روی ایران هست. اگر مردم این صدا رو بتونن در داخل هم جواب بدن بهش، یعنی دیالوگ بکنن با دنیا و فشار حد اکثری رو در داخل هم بیارن، جمهوری اسلامی میشکنه. و چون به این حقیقت الان واقف شده، بگیر و ببند ها شروع شده. این هم که میگن که نامه به رهبری جرمی است، دروغه و اصلا چیزایی که قوه قضاییه میگه، چه از اعلام جرمش، چه از جلسات دادگاه و چه سازمان زندان ها، هیچ کدوم قابل اعتمادی است. کلا مشکلی که با این بیانیه دارن اینه که میفهمن که میتونه اعتراضات رو در داخل به سطحی برسونه که در کنار فشار جهانی و کمپین فشار حداکثری جمهوری اسلامی رو کلا محو بکنه. آیا که نظر شما چیه؟ فکر می‌کنین دلیل برخوردی که الان می‌بینیم با این افراد همین چیزی است که خانم ناهید میگن یا چیز دیگه‌ای؟ اجازه بدید چون یک اشاره ایشون کردن به کلام من، من این رو بگم که ما به صراحت داریم در تاریخ صدر اسلام که امام علی که حاکم مسلمانان بود محاکمه شد، در دوران حکومتش محاکمه شد و چون شاهد نداشت محکوم شد. یعنی میخوام بگم این نمونه ها در صدر اسلام وجود داره، در متون دینی ما وجود داره، منتها اینها برای اینکه فرار کنند از پذیرش مسئولیتشون در پاسخ به نقدها، موضوعها رو عوض میکنن. من حتی مثال هم میخوام بزنم اینجا و بگم که در سایر مواردم همینطور بوده. مثلا ورود نظامیان در سیاست، خب ممنوعه دیگه. آقای خامنه‌ای سال 75 اومدن در جمع
فرماندهان سپاه صحبت کردن، گفتن این که گفته میشه ممنوعه، بله ممنوعه، ولی منظور این نیست که اینها وظیفه شایستشون رو مثلا در انتخابات انجام ندن. یعنی تمام متون مسلم رو دور میزنه جمهوری اسلام. اینجا هم برای اینکه بگه ما منظورمون نقد رهبری نیست، موضوع رو میبره به سمت امنیت ملی. اما اینکه شما پرسیدید که چرا، ببینید من فکر میکنم یکی از مهمترین اتفاقاتی که اینجا افتاده این هست که این مجموعه منسجم دارن حرف میزنن و مطالبه منسجمی دارن و جمهوری اسلامی از این میترسه. یعنی شما اگر 1000 نفر یه جایی جمع بشن ولی با برنامه نباشن، هدفمند نباشن، منسجم نباشن، شاید اونقدر ترس نداره برای جمهوری اسلامی که 2 نفر کنار هم حرف منسجم، هدفمند و در چارچوب قانون بزنن. کاری که این نامه های 14 نفره کرده اولا در چارچوب قانون، خلاف قانون اساسی نیست، حتی اگر خواستار تغییر قانون اساسی باشن بازم خلاف قانون اساسی نیست، ولی منسجمن. من مصاحبه های اینا رو که میدیدم، توضیحات اینا رو که میدیدم، میدیدم برخلاف اعتراض های کور اینا دقیقاً میدونن چی نمیخوان، دقیقاً میدونن چی میخوان و منسجم و هماهنگ عمل کردن. و یه سوال دیگر رو هم، حالا من از خانم کار میپرسم، بچه از شما هم بخوام جواب بدین. خانم کار، فکر میکنید چرا فعالان شناخته شده تر اولا یه مقدار با نگاه تردید به نامه های اینجوری نگاه کردن؟ خیلی ها رو مثلا توی مدت دیدیم که میگن اینجور نامه ها فایده نداره، اصلا لزومی نداره یا فلان. و بحث دیگه اینه که اصلاش حمایت نکرده اونهایی که در داخل هستن. بعض نوشتن این نامه، مثلا 14 نفر آدمایی هستن که به قول خانم فرهاد خیلی آدمای شناخته شده نبودن، آدمایی هستن مثل بقیه اقشار معمولی جامعه. فکر می‌کنید چرا اقشار شناخته شده تر، افراد شناخته شده تر با اینا همراهی نمی‌کنن، کسایی که می‌دونیم منتقد رهبر جمهوری اسلامی هستن؟ بله، ببینید در خارج از کشورم چندان امواج وسیعی در جانبداری از این نامه ها ما ندیدیم و بلکه گاهی وقتا سکوته. خب بعضی هم میگن که من نفر 15 هستم، ولی به طور کلی هر موضوعی که مطرح میشه در بین به هر حال کسانی که اشتهار دارن به فعالیت سیاسی مدنی ممکنه باش مشکل داشته باشن، ولی با این یکی خیلی مشکل دارن، چون کاملا احساس میکنن که اگر وارد این جریان بشن به کلی امنیتشون رو از دست خواهند داد. و به محض اینکه ما امضاها رو دیدیم در این نامه ها، خب برامون خیلی محرز بود که همه اینها دستگیر میشن و زیر فشار قرار میگیرن. به هر حال در درون ایران همه اونهایی که کار میکنن برای تغییر و تحول تا حدود زیادی میشه گفت اکثرشون معتقد هستن به حرکت‌های خیلی کمتر از این که بخواهن مثلا اعلام کنن که علی خامنه ای با این لفظ استعفا بده، و کوشش میکنن یک حد اقلی از امنیت رو داشته باشن برای اینکه بتونن بمونن و حرف بزنن و کار کنن. نمیشه گفت که این عیناً مخالفت با استعفای آقای علی خامنه ایه یا اینکه جانبداری از دوام قدرت ایشونه، و بلکه میشود گفت یک نگاه محتاطانه است برای اینکه در یک حاشیه امنی بتوانند همچنان وجود داشته باشند، چون همینطور که میبینید تقریبا بیشتر اینها دستگیر شدند و اطلاعات ما این است که حتی هنگام دستگیری به شدت خیلی هاشون مضروب شدند و درون زندان هم که ما اصلا خبری ازشون نداریم، و بعضی هاشون گفته شده که حق ندارید که حتی وکیلی رو بیایید و معرفی بکنید، و بعضی ها رو خانواده رو تهدید کردن و مرعوب کردن که مبادا
موضوع رو رسانه‌ای کنیم. بنابراین امر مهمی اتفاق افتاده. شما فکر می‌کنید خانم کار این که اینها میخوان قضیه رو ربط بدن به خارج از کشور، گفتن که اینها با خارج از کشور مرتبط هست، که در موارد دیگری هم دیدیم، مواردی که به هر حال برخورد جدی میخوان بکنند، بلا فاصله به هر حال پرونده ایجاد میشه برای اینکه ارتباط با در واقع براندازان خارج از کشور و غیره. آیا فکر میکنید این کمپین هایی که در حمایت از این افراد هست در نهایت ساکت میشه با یه همچین در واقع برداشتی که اگر کمپین کنید خارج از کشور در حمایت از این افراد و این افراد بیشتر تحت فشار قرار میگیرن؟ خب در خارج هم دو تا نظر هست. یک نظر این است که سکوت کنید برای اینکه اینا در شرایط بدتری قرار میگیرن، ولی نظر غالب مخصوصا از طرف فعالان حقوق بشر این است که ساکت نباشی. و همه ما که تجربه هایی داریم درون ایران از نظام امنیتی و نظام زندان، به این نتیجه رسیدیم که وقتی حمایت میشن زندانی های عقیدتی سیاسی از خارج از کشور، کمترین اتفاقی که ممکنه بیفته این است که درون زندان شرایطشون اندکی بهتر میشه. و من جز به کسانی هستم که خب تجربه شخصی هم دارم و تصور میکنم که هر سکوتی وضعیت کسی رو که گرفتار نظام امنیتی جمهوری اسلامی شده باشه بدتر خواهد. و آیا اکبرین به لحاظ قانونی این افراد با اتهام براندازی مواجهن؟ اتهام براندازی چه جور اتهامی هست به لحاظ در واقع اینکه چه سرنوشتی در انتظار این هاست؟ مثلا سالهای زندانی که احتمالاً در انتظار این هاست در صورت محکوم شدن چقدر هست؟ چه خواهند کرد با اینها؟ ببینید ما با یه سلسله اتهام مواجهیم که اولا همونطور که اشاره کردم قلب ماجراست. یعنی من یه تجربه شخصی برای شما بگم که من وقتی در دادگاه محاکمه شدم، با اینکه اتهامم مقالات مطبوعاتی هم بود، دیدم هیئت منصفه نیست. حالا بماند که به وکیلم هم اجازه حضور در دادگاه ندادن، ولی خب از قاضی پرسیدم که چرا هیئت منصفه نیست، مگه اتهامم مطبوعاتی نیست؟ گفتن نه، شما از طریق مطبوعات فعالیت تبلیغی علیه نظام کردی، مثل کلاهبرداری که آگهی شرکتش رو، شرکت جعلیش رو میده مطبوعات چاپ کنن. صحیح. مگه شما به اون کلاهبردار میگید که فعالیت مطبوعاتی کرده، اتهامش مطبوعاتی نیست؟ شما همینید. یعنی چنان هنرمندانه قلب اتهام میکنن که بعدش دیگه هر حکمی براش متصوره. شما ببینید الان میشه اهانت به رهبری بار بکنن، براندازی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام عملی علیه نظام. حالا سرکار خانم مهرانگیز کارم حضور دارن، میدونن که چه عناوینی رو اینا میتونن با قلب متن ماجرا در واقع بر اساسش حکم بدن. متوجهم. خانم فرهاد، شما با نهادهای بین المللی حقوق بشری در تماس هستید. نهاد خود شما از نهادی است که در سازمان ملل کار میکنه، همکاری میکنه. شما چقدر تونستید آگاهی در واقع نهادهای بین المللی و جهانی رو در مورد چنین وضعیتی بالا ببرید؟ چطور اطلاع رسانی میکنید به نهادهای بین المللی، به در واقع نماینده حقوق بشری سازمان ملل در امور ایران، درباره وضعیت افرادی که در ایران انتقاد میکنند، حالا چه به شخص رهبر چه به سایر افراد؟ ببینید در مورد وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به خاطر شدت و وخامتش سالیانی هستش که گزارشگر ویژه وجود داره و سازوکار گزارشگر ویژه اینه که با تمام سازمان‌های حقوق بشری و حتی فعالین مستقل و فریلنسر حقوق بشری تماس میگیره، با اونها صحبت و گفتگو میکنه، جلساتی میذاره و داده‌ها، در واقع دانسته‌ها و دانش خودش رو از ایران بالا میبره و اتکا میکنه به گزارش‌هایی که خانواده‌های زندانی ها میدن، خانواده‌های کشته شده ها میدن و این گزارش رو سالی چند نوبت آپدیت میکنه. سازمان در واقع که من در اون کار میکنم هم به همین ترتیب ارتباطاتی با گزارشگر ویژه فعلی و قبلی داشته، مثل بقیه سازمان‌های مشخصا در مورد این پرونده صحبتی شده؟ در مورد بیانیه ها ببینید نه، در مورد بیانیه ها ببینید جمهوری اسلامی
تونسته در غرب، در آمریکا، در اروپا با راه اندازی شرکت‌های نظرسنجی وابسته به خودش و در اختیار گرفتن پژوهشگرای دانشگاهی وابسته به خودش یک به نظرسنجی‌های فیک یا کمتر واقعی راه بندازه و اونها رو به جامعه فکری و در واقع ملیت‌ها و ملت‌های غربی بفروشه به عنوان یک کپچر و یک تصویر از جمهوری اسلامی. کاری که مردم عادی، اقشار عادی با این بیانیه و پیوستن و حمایت به این بیانیه از این به بعد میتونن بکنن اینه که برخلاف این تصویر غیر واقعی که سرش به جمهوری اسلامی وابسته است، هرچند که خودش در غربه ولی داره تصویر مورد نظر جمهوری اسلامی که تصویر خوبی از شرایط هست و میگه، این بیانیه میتونه در کنار کمپین فشار حداکثری که جامعه جهانی رو ایران گذاشته دیالوگ بکنه، در واقع نه مستقیم ولی با خود این بیانیه، با خواسته هایی که حالا فعلا مطرح شده و در ادامه مبارزه با نوآوری میشه این خواسته ها دموکراتیک تر بشه، فراگیرتر بشه، گروه های زینفی که الان در این بیانیه فعلی دیده نشده منافعشون اضافه بشه، چون اینکه به هر حال برای ما یک بایبلی در واقع غیر قابل تغییر نیست، مبارزه همینجور فرایند داره. و این بیانیه میتونه هم یه رویکرد داخلی داشته باشه، مردم با هم دیگه گفتگو بکنن، این دیوار بی‌اعتمادی که حاصل سالها استبداد هست از بین بره، و هم جامعه جهانی یک صدای منسجمی از ایران بشنوه، یک صدای اعتراض اصیل و واقعی برخلاف صداهایی که دستساز جمهوری اسلامی هستن. بنابراین اتفاق میفته، جامعه جهانی راجع به این بیانیه‌ها صحبت خواهد کرد، ولی لازمه که تمام اقشاری که میخوان از جمهوری اسلامی بگذرن بیان حمایت کنن، حتی اقشار مذهبی که نگران دینشون هستن بعد از فرصت محرم استفاده بکنن، سازماندهی بکنن، صحبت بکنن. ممنونم خانم فرهاد. آقای اکبرین، خانم کار، متشکرم که در این بحث شرکت کردید. متاسفم که وقت ما همینجا تمام هست و ممنون از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. شب روزتون خوش. We'll be right back.